لطفا اینجا رو امضا کنین داداش. اینجا رم؟ ممنون. یه چیزی میخواستم بگم داداش. بگو ببینم. دیشب زن داداش چرا تو رو از خونه بیرون کرد؟ منظور چیه؟ یعنی چی بیرون کردن؟ خب با بیجامه اومدی دفتر، گفتی تو هتل میمونم. امین جون، تو چرا این زرنگی تو حرفت به کار نمیبری؟ فایدهشو میبینی ها؟ حالا که پرسیدی میگم، با زن داداشت یه بحث کوچیک بین اون رخ داد. به خاطر اون دختره مگه نه؟ دختره رو میدونی؟ همه میدونن. پسر این چه دفتریه، انگار همه خبرنگارن. یعنی چی؟ من شما رو زیاد بیکار میذارم که شما به راجع به زندگی شخصی من حرف بزنید؟ من نه داداش، این ایلکه رو بیرول که هستن نه دربارت حرف میزدن، بی ادبی میکنن دیگه. این زندگی شخصی توئه، به ما چه رفتی که در کنار زن دوست دخترم پیدا کردی؟ خب من برم دیگه. گمشو. برم. گمشو. گمشو. کسافت، مرتیکه احمق، ببین چه حرفایی میزنه. مژگان جون، الان یه چیزی هست که بهت بگم، اما قول بده که نباید ناراحت بشی. باشه. من نمیتونم از احمد دفاع کنم، ولی اون روز رفته که به دختره بگه خدا بد نده شفا باشه. واسه این کار باید بغلش میکرد ها نیلگون جون. خب حتما برای اینکه دست به خودکشی زده ناراحت شده، هرچی نباشه یه گذشته ای داشتن. منظورم از گذشته اون چیزی نیست که تو فکرشو میکنی سوء تفاهم نشه. منظورم اینه که همدیگر رو راستش نمیدونستم که ناراحت میشم یا عصبانی میشم. گیج شده بودم. تا 2 ماه پیش من یه زن خوشبخت بودم. پاشم برم بامیه بپزم. احمد دوست نداشت، درست نمیکردم، اما من خیلی دوست دارم. بپز عزیزم، بپز جونم، بپز. هر جور میخوای درست کن، با روغن نباتی، حیوانی یا زیتون، هر جور دوست داری بپز. بعدش همش رو خودت نوش جون کن. این مرغابی ها میتونن تو هوا. ناگهانو دیدی دخترم؟ امروز قرار بود بریم بازار پوفیل. رفت با احمد حرف بزنه بابا. برای چی؟ آی دلم نمیاد. عمو جون، دیروز قیامت بپا شد، پسرت و عروست دارن از هم دیگه جدا میشن، اینو میدونی؟ نیلگون، نیل، محض رضای خدا نگو، فراموش کرده، ناراحت نشه مرد بیچاره. آی ببخشید ببخشید، اونم نشنیده، داره تلویزیون نگاه میکنه، حواسش نیست. ببین چجوری گرفتهش. کدومو میگی عمو جون؟ اون چیه؟ پرنده است دیگه نیلگون جون. اون یکیش نره، میبینی؟ مادهشو ول نمیکنه بره، اونقدر اونجا منتظر میمونه تا بمیره بیچاره. آی واقعا راست میگی؟ آره. آی تو عالم حیواناتم چقدر مردای با وفا وجود داره. اندازه یه حیوانم نشدی احمد. مامان جون گریه نکن. خیلی درک گریه نکن می دکتر میگه خوب میشی. ببین رسیدی. گریه نکن عزیزم. آروم باش. زود باشین بیاین. بیا عزیزم بیا. بیاین بیاین. زود باش بادو. جانان اینجا خیلی گرونه، بریم یه جای دیگه. مزخرف نگو، بیا بریم زود باش. میگم پول ندارم، پول ندارم. مزخرف نگو به بچه، فکر کن، بیا بریم زود باش. آخه داداش احمد، تو چه جور آدمی هستی؟ من برای اینکه زندگیت از هم نپاشه از کجا تا کجا اومدم، اما تو ببین چی کار کردی. ببین چه حرفایی میزنی، نگران میشم دیگه. آخه مرد مومن، آقا احمد بزرگ، اصلا در شأن تو بود از این کارا؟ آقا من که باورم نمیشه، دل ما رو شکستی، رسما شوکمون کردی بابا. شما دارین با من شوخی میکنین؟ دختره به خاطر من دست به خودکشی زده، اگه میمرد چی؟ نه واقعا اگه میمرد چی میشد؟ من برای این رفتم که بگم همچین کاری نکنه، همش همینه. اما عکسها اصلا همچین چیزی رو نشون نمیداد، انگار که اینجوری رفته بودین تو هم دیگر رو بغل کرده بودین. دقیقا اینجوری، بیا ببین. خیلی ببخشید داداش احمد، اما پوز داده بودین. پوز چه پوزی؟ چه میدونم چه جوری اون عکس‌ها رو گرفته، با کدوم دوربین گرفته، از این کارا اصلا سر در نمیاره. الان این تقصیر دوربینه. آره همینطوره. آفرین داداش احمد، لایق این دست زدن هستی.
آقا خدا وکیلی دست زدن داره، بذار منم دست بزنم. اما کافی نیست. چرا؟ چرا کافی نیست؟ چون غیر قابل باوره. ببین، ممکنه که خواهر برادر باشیم، اما من در این مورد طرف مژگانم اینو گفته باشم. آقا منم همینطور. خیلی خوب، میفهمم، شما رو درک میکنم. منو از خودتون برونین، مژگان همیشه حق داره. مژگان بی نقصه، احمده که ذره ارزش براتون نداره، مگه نه؟ میدونی من اونو نمیبخشم، من نمیبخشمش، زن چندین سالمه. این همه بهش گفتم فرصتم نداد تا توضیح بدم، گوش نداد. من رابطم با سوده تموم شده. ببین با زبون خودت گفتی، گفتی رابطه داشتی، گوش کن، یه زن نمیتونه اینجور چیزا رو ببخشه، لطفاً سعی کنین اینو بفهمین. چرا سر من داد میزنی خواهر من؟ من میفهمم، اما بعضیا نمیفهمن که تو مرد به این گندگی احمد خان، اصلا تو در شأن تو هست از این رفتارا. خدا و وکیلی واقعا متاسفم برات، خاک تو سرت احمد، واقعا خاک تو سرت. دختر مامانم اینو بردار از اینجا ببر، یالا هزار تا کار دارم. بریم. خوبه، پاشو پاشو بریم. خب اینم از این. خوبی مامان جون؟ آره خوبم. باشه. چی شد؟ شکستگی یا در رفتگی که نیست؟ نه نه نه، چیزی نیست، فقط پیچ خورده، آتل بستن. خوبه، پس خدا بد نده. ممنون خانم محترم، اینم فاکتورتون. خیلی ممنونم. تموم شد، بریم دیگه. پولو تو حساب کردی؟ خیلی ممنون. مهم نیست، حالش خوب باشه کافیه. پس ما بریم. باشه، روز بخیر. روز بخیر. لیلا، به شما کمک میکنم. مژگان. مامان کجا داری میری؟ میومدم پیش تو دخترم، گفتم بیام دخترم رو آروم کنم. درخواست طلاق دادی؟ مامان جون تو از کجا شنیدی؟ داداشت گفت. آه دختر خوشگل من، آخه تو زنی هستی که بری دادگاه و طلاق بگیری؟ چیکار کردی، لیستو نوشتی یا نه؟ چه لیستی؟ لیست مال و اموال دیگه، همون چیزایی که شوهرها موقع طلاق میدوزن، همونا رو میگم دخترم. مامان جون من پی مال و اموال نیستم، من میخوام زن بودنم و نجات منم بدم. منم همینو میگم دخترم، حتی شلوار احمدو هم ازش میگیریم تا غرور زنونتو نجات بدیم. منم هدفم همینه. مامان جون اعصابم خیلی به هم ریخته، خواهش میکنم از این حرفا نزن، بذار به حال خودم باشم. همش با من اینجوری رفتار میکنی مشکان، تو نباید میذاشتی که شوهرت به این را بره، تا اینجوری نمیشد. مامان جون دارم بهت التماس میکنم، به هم فشار نیار، مگه من میخواستم همچین چیزی بشه؟ لطفا میخوام تنها باشم، چرا درکم نمیکنی؟ مشکان داری کجا میری؟ مامان جون نیا، راحتم بذار. خب من الان کجا برم؟ برم خونه؟ یعنی ناگهان خانوم، یعنی آقا من میگم حلالت، خدا وکیلی هرچی لایقش بود بهش گفتی، اونم کاری کرده که لایق این حرفاست. یعنی بدونین که من آدم روکی هستم، سکوت نمی کنم، جاش که برسه برادرم هم نمی بینم، حرفمو میزنم. آقا یه لحظه ببخشید. خواهش میکنم بفرمایی. الو به سلام، چطوری داداش گلم؟ منتظرت بودم، به خدا بگو. چی میگی مرد مومن؟ حالا که این همه راه اومدیم با من شوخی میکنی نه؟ مگه به من قول نداده بودی؟ حرف آخرت همینه؟ مرتی که بازم به هم میرسیم، قطع کن ببینم گوشی و کسافه. ناگهان خانم جون ببخشینا، مجبور شدم پیش شما اینجوری حرف بزنم. خواهش میکنم، این چه حرفی آقا کوبیلای جون؟ اما براتون یه خبر بد دادن که حالتون گرفته شد. حالا یه فرصتی از دست دادم خانم ناگهان، اینقدر پول از دست دادم که با ماشینم نمیشد شمرد، همشون چی شد؟ پوچ شد، رفت هوا. چرا؟ چون کسی که قرار بود سرمایه گذاری کنه زد زیر قولش. واقعا خیلی بده، خیلی ناراحت شدم آقا کوبیلای. الان شما از کجا میخواین پول پیدا کنین آقا کوبیلای؟ ناگهان خانم، ناگهان خانم جون،
بعد اون همه کاری که زنت کرد اومدی از من عصبانی میشی؟ معذرت میخوام سود جونم، از دست کی عصبانی بشم؟ پس عکس میگیری میفرستی؟ چرا همچین کاری کردی؟ چون میخواستم زنتو بشناسی، فقط خواستم ببینی که به تو اعتماد نداره. صبر کن، یعنی تو این کارو عمدی آره، کردی؟ آره یکم عمدی بود. زنی که شوهرشو دوست داره همه جوری بهش اعتماد میکنه. شاید من خواستم میونه شما رو سرد کنم، ها؟ شایدم یه تله گذاشتم. اصلا اینجوری فکر کرد، مستقیم بهت تهمت زد. تو داری چی میگی؟ تو میخوای منو مژگانو از هم دل سرد کنی؟ نه اینطوری نیست، مثال زدم، اینو بفهم. من اون عکس رو به خاطر این گرفتم که خاطره بشه. خب حالا که گرفتی خوبه، آفرین، عالیه. چرا فرستادیش؟ من نفرستادم که بچه همسایه گوشیم دستش بود، حتما گزینه ارسالو زده. گناه من چیه؟ ادبش کردم، اما کاری که شده موضوعی نیست. موضوع زندگی توئه. زنت اونقدرام تو رو دوست نداره، اینو میفهمی؟ چه ربطی داره؟ زن چندین ساله منو دوست داره. برای همین تو رو گذاشت دم در، چون خیلی دوستت داشت زایت کرد. اصلا گذاشتی براش توضیح بدی؟ اصلا به حرفات گوش داد؟ نه. تو احمد منو، عشق منو از گوشش بگیری بذاری جلو در؟ تو لایق این رفتاری؟ ببین، حتی نمیتونی به هم جواب بدی. اما بذار من بگم، احمدی که من میشناسم میدونه چی میخواد. مورد اعتماده، مرد قویه. مثل منو دیگه نمیتونه پیدا کنه. بدون اینکه از من چیزی بپرسه رفته به وکیل گفته میخواد طلاق بگیره. یعنی به این راحتی میتونه زندگیو خراب کنه؟ منم همینو میگم. فهمیدی چی میخواستم بگم؟ ببین، چهره واقعی زنتو دیدی؟ تو کجا میمونی؟ کجا بمونم؟ تو هتل میمونم. خوبه والا، زنت تو خونه کیف کنه، تو هم گوشه هتل باید بخوابی. اینجوری نمیشه، برای تو هم باید خونه بگیری. نمیخواد، من همین جوری راحتم. نمیشه عزیزم، از لج زنتم که شده باید خونه بگیری. من میرم از رئیسم اجازه میگیرم، یه مشاور املاک میشناسم. یه لحظه صبر کن. نیاز نیست، سوده، سوده. مژگان، آی مژگان، چی کار کردی؟ احمد، خونه رو ببین، خیلی قشنگه. نه وای احمد، اینجا رو ببین، خیلی خوشگله، عاشق شدم. میخوای بشین؟ میخوای بودو؟ وای چقدر عالیه. خوشگل. آره میگم تا این حدم بزرگش نکنی، من برم یه خونه کوچولو بگیرم، چطور؟ خونه کوچولو؟ منظورت چیه؟ ای بابا، این خونه لایق توئه، تو باید قدر خودتو بدونی. ببین پرده ها رو، آویزارا، اینجا خیلی قشنگه. اینجا خیلی نزدیک خونه ماست. به نظر من اینجا نمیشه. چه ربطی داره؟ خب نزدیک باشه، فرقی نمیکنه. زنت از خونه بیرونت کرده، محله رو که ممنوع نکرده. تو یه آدم آزادی، هر جایی که خواستی با هر کی خواستی میتونی بمونی. نه زشته، نمیشه. ای بابا، نکنه تو زن ذلیلی ها؟ چی؟ از زنت میترسی؟ زن تو رو از خونه بیرون کرده، اون وقت تو به فکر این حرفایی؟ بی خیال، منو ببخش، اما اون مرد رویاهای من نیستی. اینجا رو نمیگیریم داداش، دوستمون یکم ترسیده. نه چرا بترسم؟ من از کسی نمیترسم. باشه اینجا رو اجاره میگیریم. خب پس اول بریم دفتر من. باشه بریم. آره بفرما. باشه بریم بریم. من بمونم برات غذا درست کنم. بی خیال غذا، یالا بیا بریم. خواهش میکنم، خیلی حواس کردم. میریم دور و برم میبینیم، بعد میریم. باشه عزیزم. خب باشه، بعدن میبینمت. فعلا من میرم. وای اینجا رو ببین. اینجا خیلی قشنگه.
تو اینجا چی کار داری احمد؟ من نمیخوام تو رو ببینم. اینجا پارک مژگان، جایی که دلم میخواد باشه بشینم. تو بشین، ولی من نمیشینم. مژگان، مژگان. از رضای خدا یه لحظه صبر کن لطفاً. مژگانم باشه، قبول دارم، طلاق بگیر، اما اول گوش بده. من وقتی رفته بودم عیادت سوده همه چی تموم شده بود مژگان. تو با بغل کردن کارا رو تموم میکنی؟ اون بغلم کرد. وقتی اصرار کرد که برای آخرین بار بغلم کن. آخرین بار؟ پس اولم داره ها؟ چندین بار همدیگر رو بغل کردین احمد؟ خجالتم نمی کشی اومدی اینا رو باسه من تعریف میکنی ها؟ احمد تو چت شده؟ تو چرا اینقدر عوض شدی؟ من عوض نشدم مژگان، هنوزم همون احمدم. اما آدم ها بعضی وقتا تو زندگیشون اشتباهی بی‌معنی میکنن. همچین چیزی شد دیگه، پشیمونم. هرچی بپرسم به من صادقانه جواب میدی؟ بپرس، میگم. از کی تو حالا این دختره رو میشناسی؟ از روزی که با حسابدار اون مغازه آشنا شدم. احمد گفتم از کی بهم جواب بده. 3 ماهه. 3 ماه؟ 3 ماهه که شما دوستین؟ اولاش پا نمیداد. پس کی داد ها؟ کی به آرزوهات رسیدی احمد؟ 2 ماه پیش. 2 ماه؟ اون روز وقتی با عشق سر قرار رفتین و قهوه خوردین، به من گفت چند لحظه بعد عشقم میاد. شما با همدیگه میگفتین عشقم. آره احمد، تو اونو بوسیدی؟ نه عزیزم، اصلا، قطعا، به هیچ وجه. دستشو گرفتی؟ مژگان برای چی اینا رو میپرسی؟ احمد گفتی که صادقانه جواب میدی. جانا. بله نیلی. من یه تصمیمی گرفتم. چیه؟ میخوام بوتاکس کنم. آی مزخرف نگو نیلی، یه مشتری بوتاکس کرده بود، صورتش این هوا باد کرده بود، اینجوری صحبت میکرد، اینطوری حرف میزد، عزیزم خیلی بد بود. فاطمه خانوم برای من یه قهوه درست میکنی؟ اون حتما زیاده روی کرده، من خیلی هم جوونم. ببین ابروهام و زیر چشمامو یه خورده بوتاکس میکنم، اگه اندازش مناسب باشه هیچ ضرری نداره عزیزم. بعدا پشیمون شدی نیای پیش من اینجوری حرف بزنی، فهمیدی؟ آی اما جانان، زمان داره علیه ما کار میکنه، باید کاری کنیم. خدا بگم این نیوتون رو چی کارش کنه؟ دختر به نیوتون چه ربطی داره آخه؟ خب یه سیب افتاد خورد تو سرش، اونم گرانش زمین رو پیدا کرد، الان ما همه داریم به سمت زمین کشیده میشیم. این فیزیکدانان برای چی تو همه چی دخالت میکنن؟ ای بابا همشون عجیبه. توی عالم دیگه ای، بحث از کجا به کجا آوردی دختر؟ خبر 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 جدید. چی شده آبجی جانان؟ اینو ببین. این دختر سوده نیست؟ منم ببینم. آه
به خدا خودشه. مگه این دختر دیوونه است تو هموم عکسشو به اشتراک میذاره؟ اما خوبه. آبجی تو اونو ول کن، اینو ببین، خوب ببینش، خوب. آره تو خونه یه جدیدم جکوزی، حسودام بسوزن. خب که چی؟ یعنی سوده با دستمزد خدمتکاری نمیتونه تو این خونه یه جکوزی دار بشینه. نقطه. حالا خونه مالکیه؟ والا دیگه نمیدونم، نکنه یکی رو پیدا کرده که متأهل و پول داره. پنار جون تو برو تتوی این قضیه رو در بیار و بیا. به آیشه زنگ بزنم، اون احتمالاً میدونه. برو تتوی همه چیزو واسمون پیدا کن، زود باش دیگه. به خدا حالم بد شد، این چه جور دختری؟ همش میگه اینو بخر اونو بخر. اوف، یه چیز شیرین دارین بخورم؟ دختر مگه دیوونه شدی؟ تو جکوزی طرف چی کار داری؟ حالا از این بگذریم، چرا تو پیج اسم میذاری؟ زنش ببینه چی؟ زنش نه، زن سابقش، اونا دارن جدا میشن. بعدش هم بذار ببینه، ببینه تا چشش درات. تو خیلی بچنسی، اما بهت بگم راهی که میری راه نیست، بیراه هست. راهی که میرم راه نیست، اما منظرش خیلی قشنگه. ها ببین پینار داره زنگ میزنه، حتما درباره تو میخواد بپرسه. چی بهش بگم؟ بگو که تو خونه عشقش احمد اون عکسارو گرفته، بره به دوستای مژگان بگه. همینو بگو. دیوونه ای. باشه باشه، قطع کن قطع کن. بعدا میبینمت. سلام آیشه. ها تو هم عکسای سوده رو دیدی که تو صفحش گذاشته؟ آره دیدم جونم، دیدم. کاش نمیدیدم. تو الان ازم میپرسی؟ برای همین من خلاصش میکنم. این مشاور مالی که با سوده هست داره از زنش طلاق میگیره، رفته یه کوچه بالاتر از اون خونه گرفته. واقعا؟ آی سودم رفته تو جکوزیش عکس گرفته؟ اوش باورم نمیشه. یای مشتری اومد، باید قطع کنم فعلا جونم. بای بای. باشه عزیزم، میبینمت. بای. پنار. آی چی شده بگو؟ خوبه که بهتون نگم آبجی جانان، وگرنه شما هم شوکه میشین، خیلی خطرناکه. آی دارم بیهوش میشم، زودتر بگو. یالا حرف بزن دیگه پینوش، سود باش. باشه بهتون میگم، اما از دست من ناراحت نشین و گفته باشم. آی آماده این؟ سوده اون عکسو تو خونه آقا احمد گرفته. چی؟ کدوم احمد؟ احمد مژگان؟ نه، طرف برا خودش تو کوچه بالاتر از مژگان خانوم ویلا کرایه کرده، سودم تو جکوزی اون ویلا عکس گرفته. آی مژگانمو ببین، دوست بیچارمو میبینی نیلی؟ اوف. یالا برو به کارت برس، برو. پروانه هم بزن بریم، من اومدم دیگه، بریم. پروانه ای وجود نداره، به هم نگو پروانه. چرا منو میزنی؟ خب چرا این کارو میکنی؟ جلوی این هم آدم زشت، تو رو خدا نکن این کارو. به خاطر تو نیست، از احمد عصبانیه داره روتو خالی میکنه. تو کوچه بالاتر از خونه مژگان احمد خان رفته خونه ای لوکس گرفته، با دختره زندگی میکنه. چرا من خبر ندارم؟ این احمدم داره زیاده روی میکنه، باید دهنو فکشو بیارم پایین. این بشر چقدر خره؟ مگه من بهش گفتم که بره خونه اجاره کنه؟ حرف نزن شاهین، حرف نزن. مگه مرد نیستی؟ الان تو نماینده این مردای اینجایی، اون احمد خائنم نباید بیاد جلو صورتم. کارو احمد میکنه، اما شما حرستونو رو من خالی میکنین واقعا که. اما پیش این هم آدم نباید این کارو کنه. میگه دیگه نیلی چی کارش داری؟ این بیچاره چی کار کرده؟ شاهین جون ها، ناراحتیم از احمده، رو سر تو خالی کرده. اشکالی نداره خانوم، من جلوی در منتظرت هم باشه. حالا چی کار کنیم؟ چیو چی کار کنیم؟ باید به مژگان بگیم؟ ناگهان گریبان آب به من میدی؟ بگیر. علنگوات کجان؟ چی کارشون کردی؟ آقا کوبیلا یه فکر عالی داره، اما گفت که سرمایه نداره. منم علنگوهامو دادم، شریک شدم. شریک شدین؟ آره. اما عالی شد، 100 برابر سود میکنیم. آره آره سود میکنین حتما. کوبیلای؟ بله. تو علنگوهای ناگهانو ازش گرفتی، زود باش بهش پس بده. خواهر گونم چی میگی واسه خودت؟ آروم باش، ببین اینجا چی نوشته.
داشت داره سود میکنه، سود میکنی ما. کوبلای منو دیوونه نکن، همین الان میری النگوهاشو پس میدی. من تو رو میشناسم، از دروغات و کلکاتم خسته شدم، فهمیدی؟ برو بهش پس بده. خجالت بکش خواهر من، خجالت بکش. آدمی هستم به من اعتماد میکنم، تو به من اعتماد نمیکنی. یه لحظه وایسا. در این حالی که من دارم سود میکنم، خانم ناگهانم سود میکنه، فهمیدی؟ آره به خدا. ببین تو که نمیدونی خواهر من، نمیدونی به خدا. کوبلای برو با یکی دیگه کار کن. الان دیگه نمیشه با یکی دیگه کار کرد که. النگوها فروخته شده. چیکار میتونم بکنم؟ جنسا وارد انبار شدن، حتی پخشش هم صورت گرفته. نمیشه با کسی دیگه. الان یه لحظه نگاه کن، دارم سود میکنم به خدا. یه لحظه نگاه کن ببین چقدر سود کردم، میبینی؟ ببین کوبیلای، منو شرمنده میکنی. برو بهش پس بده. خواهش میکنم دست از این کارات بردار دیگه. آقا هم من راضیم هم اون راضیه. خرابش نکن عزیزم. خواهش میکنم. تو رو خدا. یه لحظه نگاه. راحت شدی؟ راحت شدی یا نه؟ دیدی راحت شدی؟ دیدی راحت شدی؟ آقا کوبیلای، چای تازه دم میخوای؟ والا آره، دست درد نکنه، بیاره دونه. منو ببینین، اول نشونه میگیرین بعد شلیک میکنین. من هدف گرفتم بابا بزرگ، دیدی زدم. بابا جون داری چی کار میکنی؟ بابا جون مگه من چندین بار از شما خواهش نکردم که به بچه ها اسلحه ندین؟ لطفا خواهر گلم، اسباب بازیه، اسباب بازی. نه نمیخوام، بدین به من اینا رو، بده به من. فرمانده، دشمن اسلحه خونو گرفته. سب کن، همون دشمن بهت حمله میکنه. من دشمنتو بهت نشون میدم. چرا عصبانی بود؟ بله جانان، آدمو نصف جون میکنی. بگو دیگه چی شده؟ مشکان بهت یه چیزی میگم، اما ناراحت نشیا. آی چنان بگو دیگه، دارم دیوونه میشم. احمد و اون دختره با هم خونه گرفتن. خونه گرفتن؟ خانم خوشگل من، نیلگونم، این قایق دیگه از کجا پیدا شد؟ ها مسخره نیست به نظرت؟ آی چیش مسخره است شاهین، در شرایط رمانتیک یکم حرف میزنیم. چی نوشته بود تو اون کتاب؟ زوجا باید به عمق روحشون نفوذ کنن. ما هم همین کارو میکنیم. میریم به عمیق ترین جاش. بی خیال اون کتاب شد. باشه تو ببین، من کارمو به خاطر تو ول کردم و اومدم. چقدر خسته و کوفتم، میفهمی خسته؟ خسته ای شاهین، چون شور و شوقمون از دست دادیم. تو رو خدا ول کن این حرفا رو. میخوای مثل احمد و مژگان بشیم؟ چرا باید مثل اونا بشیم؟ چرا خانمم زندگیمونو خراب کنیم ها؟ قایق و دریا و آب دیگه چیه؟ تو رو خدا نکن. یه نگاهی به اونجا بنداز، درخت هست، همه چیز هست، میتونیم از درخت بالا بریم و با هم میوه بچینیم. نظرت چیه ها؟ بری؟ چرت و پرت نگو شاهین، نمیشه. اول قایق، سوار قایق میشیم، همینو بس. سلام خواهر، باز کنم. آره بعد شما میتونین برین، همسرم پارو میزنه. هر جور راحت. نه سب کنه، نباید بری. آخه من چجوری پارو بزنم عشقم؟ زود با شاهین برو. خیلی کوچیکه، یه دونه بزرگترشو بگیریم. نظر چیه عشقم؟ باشه من به این عضله ها باور دارم. میشه یه بزرگترشو میگیریم؟ نمیتونم، من نمیتونم این کارو بکنم. میتونی، آفرین. آخه ما اینجا چی کار میکنیم؟ این خیلی کوچیکه، من نمیتونم واسه. چرا سوار همچی چیز کوچیکی میشیم؟ بگیر عزیزم دستمو، بگیر. ببین دستم دراز مونده. دارم میام. بیا عشقم، ببین. از همین الان احساس خوبی دارم، به خدا راحت شدم. نیلگون این غرق میشه، نمیتونیم تو این بشینیم. میتونیم، دستمو بگیر رد بشم. آخه باز چرا اینقدر لباس کثیفو جمع کردی جانان؟ اوف، اینم از سودت جانان. بعدیش جانان خانم، تلفنم خراب شد، شمارتونم دیگه پیشم نیست، نگرانتون شدم، با هم تماس میگیرین؟ سینان. رویا دخترم، آقا سینان اومده بود، چرا بهم نگفتی؟ ببخشی مامان، فراموش کردم. آی عزیزم مهم نیست، برو درساتو بخون. آی گفته زنگ بزن. یعنی زنگ بزنم؟ نه زنگ نمیزنم، چرا باید همینجوری زنگ بزنم؟ اما گفته زنگ بزن، اگه زنگ نزنم زشته. نه زنگ بزن جانان. چرا زنگ نمیزنی؟ نه بهتره سنگین باشم. ای بابا، 3 ساله داری سرسنگین برخورد میکنی، چی شد جانان؟ مثل دختر دبیرستانی رفتار میکنی؟ آی هیجانی شدم، نمیدونم چی کار کنم، بهتره برم. الان جانان عزیزم، این یارو سینان به تو شمارهشو داده نه؟ آره. میدونی باید چی کار کنی؟ باید چی کار کنم؟ باید زنگ بزنی. آی تو هم همینطوری فکر میکنی؟ اما نه زنگ نمیزنم.
خب زنگ نزن. اما گفته زنگ بزن، گفته زنگ بزن، باید زنگ بزنم. خب پس زنگ بزن. به خدا دارم سکته میکنم، میافتم زمینم. اما تو اصلا به هم کمک نمیکنی عثمان. تو مگه دوست من نیستی؟ داری ناراحتم میکنی. لباتو اینجوری نکن مثل بچه ها. داری خودتو لوس میکنی نه؟ اما نگاه کن، من هیچ تجربه ای ندارم. میدونی از اینجور کارا سر در نمیارم عثمان جون. فقط دوبار تو همچین موقعیتی بودم، اونم تو دوران دبیرستان بود. بعدم که شوهر داشتم چی کار کنم؟ زنگ بزنم؟ باشه زنگ بزن. باشه. خب الان خیلی هیجان دارم. سیلین، سلما، سنوبر، چرا اسمش نمیاد؟ من اصلا شمارش رو سیو نکردم. من خیلی خنگم. نزن، دیوونه ای تو دختر. خب یه یادداشت میذاری، بعدن بهش همه چی رو توضیح میدی. عثمان، اوه چقدر خوبه که من تو رو دارم عزیزم. اوه خیلی عاقلی. کوری نمیبینی من عاشقتم؟ تو همش سینان سینان سینان. میکشم خودمو. عثمان، تو هنوز اینجایی؟ گشنمه، پیتزا سفارش دادم، منتظرم بیارم. عصب خیر. پیتزا؟ آره. خوبه، منم برم یه جا یاد داشت بذارم. خانم عزیزم، این قایق نمیره. ایوا، آره حتما یه چیزی شده، نمیخواد بره دیگه. یه فکری دارم. زود باش بلند شو. یلا. چی؟ بلند شو، بلند شو، بلند شو. چرا به خاطر چی آخه؟ زود باش بلند شو دیگه. یه چیزی تو اون کتاب نوشته بود، داشت یادم میرفت شاهین. خوب شد یادم اومد. من نویسنده اون کتاب پیدا کنم، دهنشو سرویس میکنم. ببین به چه روزی منو انداخته. آروم باش شاهین، آروم باش عزیزم. این کارو بکن. عزیزم چطوری این کارو کنیم؟ ببین داریم میافتیم فداچم. یه کار دیگه بکنیم. خواهش میکنم یه کار دیگه بکنیم. چیزی نمیشه شاهینم، در ضمن یکم آدرنالینم خوبه. الان چشماتو ببند. خدای خودت بهم صبر بده. خدای خودت صبر بده. زود باش دیگه. خیلی خوب، بیا ببندیم. الان دستتو بذار رو قلبت. بله. باید. بذار. گذاشتم عزیزم. الان نفس عمیق بکش. انرژی مثبت رو جذب کن. جذب میکنم. الان از بالا رومون دسته های نور میان عزیزم. نورای صورتی رنگ. اطرافمونو میگیرن. صورتی؟ دسته های نور. همه شون رو جذب میکنیم. عشق و دوست داشتن. آره. موج موج دارن میان. آره آره. شاهین عشقو جذب کن. میافتیم. داره حرکت میکنه. داره تکون میخوره. قایق داره تکون میخوره. آرومش، نباید این کارو بکنی. داریم تکون میخوریم. آخ شاهین داره تکون میخوره. میافتیم. ممکنه بیافتیم. زود باش منو. آرومش، خواهش میکنم. آروم باش. ممکنه بیافتیم. از دست این کارا یه عجیب و غریب کم مونده بود که هلاک بشم لعنتی. آی خیلی حرف میزنی یا شاهین. چیه یکم رفتیم عشق و حال کردیم، یه چیز جدید تو زندگیمون اتفاق افتاد. قشنگ بی خیال ماجرا. اونجا رو نکن، مشگان رو نکن. داره تمرین میکنه تو احمد رو بکشه. خدایا چی کار داره میکنه؟ اون با تو فنگای اسباب بازی داره چی کار میکنه؟ خدایا من چی کار داره میکنه؟ 17 سال از عمرم رو به پات گذاشتم احمد خان. اصلا لایقم نیستی، شنیدی؟ لیاقت نداری. 17 سال. بیچاره احمد چی کار کرده؟ کیو میگی بیچاره؟ احمد بیچاره است، دوست من بیچاره است. با تفنگ اسباب بازی داره عصبانیتش رو خالی میکنه. شاهین تو برو داخل، باید ببینم واسه چی کار میتونم. منظورت چیه؟ خب باید فکر کنم. تو برو دیگه، برو دیگه شاهین جون. من فکر کردم اسلحه رو میگی. جانان هر جایی که هستی ول کن بیا اینجا. مژگان اصلا حالش خوب نیست. آره دیگه بیا، یالا دیگه. ولی ناموسن حالم خوب نیست. دریا حال آدمو خوب میکنه. منو بردن کنار دریا. معذرت میخوام، بد جورم مستم کردن.
اوه بزن پرش کن بریز. خوبه نوشه جون، پس یک کمی دیگه برا منم بریز. بریز دیگه بریز. نگذاشته و نبرداشته رفته واسه اون دختره ویلا کرایه کرده. ویلا ویلا، حداقل یه کم صبر میکردی. چرا عجله داری؟ هنوز از شکایت من دو روزم نمیگذره. توف، خدا لعنتش کنه. لعنتی ها صبر نمیکنن، مردا صبر نمیکنن. نگاه کن سرکانو، ببین سرکانو، هنوز از من طلاق نگرفته اما از اون زن بچه دار شده. اه پس فطرت. تو تو یه دونه دیگم توف کن. پس فطرتا، کسافتا. نه 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 نه، هیچ کسی نمیتونه دوست منو اذیت کنه. نمیتونه هیچ کسی، هیچ کس نمیتونه. بیا اینجا ببوسم. ای عزیزم، خدا همه این مردای خاین رو لعنت کنه. لعنتش کنه. آره لعنتش کنه. آره. آره. خب بلند شین بریم راه بیافتیم. کجا میخوای بری؟ کجا؟ اون معشوقه عجیب غریبش خونه گرفته. آره باید بریم خونه رو رو سرشون خراب کنیم. آره آره، اون خونه رو رو سرشون خراب میکنیم و به جهنم تبدیلش میکنیم. پاشین. آره میام. سب کن منم ببوسمه. به هر حال تو اون لحظه فکر خیلی خوبی بود، مثل دیوونه ها بودیم. مژگان ببین، گوش کن، دردتو کمتر میکنه. باور کن، تو حرستو خالی نکنی سبک نمیشی. سلامتی. به سلامتی. به سلامتی. به سلامتی. نوشه جون پاشین دیگه، پاشین را بیافتیم. من سعی دارم بلند شم. پاشین دیگه خانم، باید پرنده ها سبک باشم. میرم هر دوشونو خفه میکنم. بریم کفشم کشم. منو نخندون دختر. خدا لعنتشون کنه. لعنت 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 چی مرده؟ لعنت 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 جون اون احمدم میگیریم حتما. مژگان جون اونو میکشیم. مردای خیانتکار، همه مردایی که خیانت میکنن، سری تر برو داداش، همه مردایی که دروغ میگن از روی زمین محو میشن. آره آره محو میشن. لعنتای خیانتکار، خدا لعنتش بکنه. وایستا وایستا، چی شده؟ به خونه عشق احمد خان رسیدیم ها؟ نه اینجا کجاست جانان؟ چرا اینجا باید میسه؟ اسلحه بخریم دخترها. بیاین زود باشین داداش، اینو بگیر، باقیش هم مال خودت، حالشو ببر. واسه چی پیاده شین؟ آره نه کمونده، میرسیم حواستون باشه. میگیریم میگیریم. دختر جون حواستو جمع کن. آره همینجاست، خودشه. شبی بشه بایست بسید سب کنین. خودشه همینجاست. چراغ روشنه؟ چراغاش کم نوره، خودشه. از اون شبایی که فضای روماتیک درست کرده. من اینجا باید بشینم گریه کنم؟ اون داخل ویلا با عشقش نشسته و داره خوش میگذرونه. آرامش ویلاتون ازتون میگیریم. ایوال بابا دمت گرم. به خدا آروم باشین دخترها، چه باخت زود باشین. جهازتو درست کردی احمد خان؟ شروع کنی. وای به حال من. خب حالا ما سربازای مژگانیم، امر کنید فرمانده. پس حالا شلیک کنید. پرتاب کنید. اینم واسه عمر برباد رفته من، اینم واسه بچه ها. پرتابش کنید. شرف. اینم برای 17 سال عمر برباد رفتم، خدا لعنتتون کنه. اینم برای بچه هام. پرتاب کنیم. چه خبره؟ چی شده؟ خدا لعنتت کنه. چی شده مژگان؟ دارین چی کار میکنین ها؟ تو حیوونی، آرزوهامو از بین بردی. پس فطرت چی کار میکنین؟ داریم به لونه عشقت میوه و سبزی پرت میکنیم. نگران نباش، همش ارگانیکه. یه دقیقه صبر کن، شما مگه تو خونه نبودین ها؟ منظورتون رو نمیفهمم، اما من تو خونه تنهام. خونه رو به گند کشیدین. آی معذرت میخوام، لونه عشقت رو خراب کردین. بیا بگیر. اون دختره کجاست؟ کدوم دختر؟ هنوزم داره میگه کدوم دختره. آی دارم دیوونه میشم. ازدواج ما رو چند تا دختر تا حالا خراب کرده ها؟ آقا احمد سوده رو میگم، سوده رو داخله. این چیه؟ جاکوزی. این دختره کجاست؟
سوده. خوب ببین این چیه، به هم بگو احمد خان. به من؟ باید حساب این عکس رو پس بدی. میگه تو خونه جدیدم، داره کیف میکنه، جکوزی و اینا. یه لحظه، آره خونه مال منه، جکوزی هم مال منه، اما نمیدونم برای چی سوده توشه. آره تو نمیدونی، هیچ وقت نمیدونی، هیچی رو نمیدونی. دارین چی کار میکنین؟ بس دیگه، حقمو حلالت نمیکنم. چه خبره؟ چه خبره؟ مژگان، مگه تو منو از خونه بیرون نکردی؟ بیرون کردم. پس دیگه چی میخوای؟ تو هم یه روزم نذاشتی از درخواست طلاق رد بشه، واسه خودت یه ویلای خوشگل کرایه کردی. آره میخواستی چی کار کنم؟ تو کوچه بمونم؟ چون این تو همومه، یعنی شما با هم تو این خونه زندگی میکنین. خلاص بسه دیگه، به خدا این همه رون فشار نیارین. بسه والا دیگه، دخ کردم. برین دیگه، برین. آی دلم نمیاد، دلم نمیاد. برو گم شو، باز هر بلای سرت بیاد حقته. آره ما هم باورمون شد. تمومه دیگه، بریم این بهم باورمون شد. آی کارم تمومه به خدا. من که حرصمو خالی کردم دخترا. بیاین بریم دیگه. من که دق و دلیم خالی نشد. ببین کیا دارن میان، نگاهشون کن. شب بخیر خاله. شایدم واقعا به غرورش لطمه وارد شه. چه غروری بابا؟ شب بخیر. این حتی معنی غرور رو نمیدونه، بی خیالش. سلام جوونا، چه خبر ها؟ آخه این چیزا به تو چه ربطی داره ها؟ یه دقیقه صبر کن. سوده جون، به نظرم تو هنوز متوجه نیستی که اوضاع چقدر جدیه. نه بذار شفافتر بهت بگم، تو واسه من تو آخر عمر تموم شدی، نقطه و سلام. ایو تفلکی، این بچه خیلی ناراحت شده، این بچه خیلی دلش شکسته. میدونی آلب، الان دیگه حسابمون صفر شد. گم شو بابا، کار من و تو یکیه. مامان من تا صبح حالش بد بود، نمیدونستیم باید چی کارش کنی. آی تفلکی واقعا راست میگی. نه دروغه. پس مامان بابام تا صبح یه شیشه کلونیا رو به خاطر اینکه حالشون خوب بشه خالی کردن، میفهمی؟ یه شیشه کلونیا؟ آره یه شیشه کلونیا. چرا؟ مگه دیوونه شدی؟ قسم میخورم که تو خانواده شوک به وجود آوردی. به وجود میارم، حالا میبینی. تموم شد؟ منم جلوی این ادعاها حالم داره به هم میخوره، واقعا نمیتونم مانع خودم بشم. ببین به چی میگم، من بازم دوستت دارم. بمیر بی شرف. احمق. آخه دادا شما چجور رابطه ای دارین آخه؟ اینا اینجوریان دیگه، عجیب غریبن. رابطه ما مگه چشه؟ خیلی هم خوبه، به صورت عادی مثل دوتا آدم بزرگ داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. حالا گام شو. بیا بریم داداش. ولش کن بابا دیوونه است. چه؟ باز منو مجذوب خودش کرد، نمیتونم تحمل کنم. بیا بریم. چی شده؟ این دیگه چیه؟ این دیگه چیه؟ مژگان داری چی کار میکنی؟ این بچه ها رفتار میکنی؟ اوف. مامان جون من خوابم. مامان پاشو دیگه. پسرم امی جون بذار دو دقیقه دیگه بخوام ولم کن، بیا کنار من بخوام. نه مامان، دایی میخواد آتیش سوزی بپا کنه. باشه بذار بپا کنه. اوف. چی؟ میخواد آتیش را بندازه؟
خب تمومه دیگه. حالا که آخرین قطعمون اومد میتونیم شروع کنیم دیگه. بسم الله. کوبیلای این چیه پسر؟ همون توفیق، اینا وسایل آتیش درست کردنه. کوبی داری چی کار میکنی ها؟ حاجی جونم داداشت داره واسه خونت سیستم میسازه. سیستم آقا از این به بعد خونه تو امترین خونه تو تو ارکیه میشه به خدا. ای بابا مگه خونه من چی داره ها؟ آه بالون؟ این بالونه؟ این یه معجزه است، آخرین کار تکنولوژی روزه. این نمونه زرنگی چشم بادومی های عزیزمونه. دست بزنی. خب این چیه پسرم؟ از اینقدر راه دور فقط همینو فرستادن، حداقل برنج می آوردی. خب دیگه من دارم میرم. گاز دایت اینجا آخرین ورژن تکنولوژی روزو داره ارائه میده، اون وقت تو میگی میخوای بری؟ ببین ازت ناراحت میشم. میشه بیا اینجا؟ بیا دخترم بیا. بیا خیلی ممنونم، بیا اینجا. خب الان من یه دستیار نیاز دارم. ناگهان خانوم بفرمایین، بفرمایین اینجا، دست بزنین به افتخارش، تشویقش کنین، بفرمایین. بله ناگهان خانوم جون ببخشین زحمتتون دادم. اینو اینجوری بگیرین تو دستتون، به اینا نشون بدین که روش چی نوشته. برین از این بر. خب اینجوری نشونشون دادیم. خب آبجی عزیزم و اهالی محترم خونه، این وسیله که تو دستمونه یه سنسور کوچولوه. این سنسور خدای نکرده اگه آتیش سوزی تو خونمون اتفاق بیفته، این سنسور کوچولو داخل این وسیله گرما رو احساس میکنه، بعدش هم فوراً وارد عمل میشه. خب با هم ناگهان خانم جون به شما هم خیلی زحمت دادم، ببخشین. اینجوری با هم دیگه روی آتیشی که قبلا حاضر کردیم اینو میذاریم روش، بعد یک دو سه که گفتم فرار میکنیم. یک دو سه بودوین. بیا این بر. الان گرما رو احساس میکنه، الان احساسش میکنه. آره ایشالله حس میکنه کوبیلای. دایی مثل این که سنسور گرما رو نمیفهمه. آه مثل این که اینم مثل منه، یادش میره باید چی کار کنه. چرا نمیشه دیگه؟ چرا نمیشه کوبی؟ چرا واقعا؟ آبی جون نه تو بپرس نه من میگم دیگه. چرا نمیشه؟ چون شعلش کوچیکه دیگه، با این آتیش که کار نمیکنه. ما با این آتیش بزرگتر نیاز داریم. باشه پارچه‌ای که قبلا آماده کردیم و اینجوری میگیریمش. خب ناگهان خانم جون اگه کمکم کنی، سه دو یک که گفتم فرار میکنیم. باشه سه دو یک برو. چی شد؟ خدایا چه اتفاقی؟ وای آقا کوبیلای، آقا موفق شدیم. یه دقیقه صبر کنین آخه، این چه کاریه؟ وای با این کارت آدمو میکشی آخه، این چه وضعیه؟ خاک تو سرت کوبیلای، این از بچگی سرش به جای خورده، برای همین اینجوری شده، همش عاشق انفجار و انتحار. خدایا تو بهم صبر بده. بچه‌ها بیاین بریم، همتون برین حموم، لباساتون هم عوض کنین، برین دیگه عجله کنین. ببین همه جا رو کثیف کردی. چه بلایی سر حیاتم آوردی؟ لیدر اطفای حریق. مژگان، مژگان، مژگان. چی احمد چی میخوای ها؟ مگه شما بچه این؟ پشت ماشین سطل زباله رو وسین و منو تو محله ضایع کردین، ماشینم نابود شد. تو هنوزم به فکر ماشینتی؟ برو خدا رو شکر کن که هنوز ماشینو داری. تو چت شده؟ آه معلومه که این کارو کرده. سرت درد میکنه؟ درد میکنه. دیشب مست کرده بودی؟ آره مست کردم احمد. رنگت پریده به خدا، برو یه مسکن بخور، آب زیاد بخور، برات خوبه. تو الان داری چی کار میکنی احمد ها؟ چی کار میکنی؟ الان فکر میکنی من باور میکنم که به فکر منی؟ عزیزم بی خیال، بچه ها رو صدا کن ببینم برای دیدن اونا اومدن. با چه روی میای اینجا؟ رفتی با دختر خونه اجاره کردی، میخوای من اینو به بچه ها بگم؟ آره من چند بار بهت بگم من تو اون خونه تنها زندگی میکنم، شبم بهت گفتم اما چون مسبودی نفهمیدی. آره آره تنهایی. بله بله. تو گفتی منم باور. این بی صفت ازت چی میخواد؟ میخواد بچه ها رو ببینه بابا جون. سلام بابا، اومدم شما رو ببرم به خاطر که مژگان درخواست طلاق داده، موندن شما اینجا زیاد مناسب نیست. نه خیر قربان، ما هیچ جایی نمیریم، ما اینجا پیش بچه ها و مژگان میمونیم، البته اگه مژگانم بخواد. البته ناگهان جون رو سرم جا دارین. بابا من پسر تو هم، فهمیدی؟ آره تو پسرمی، اما مژگانم عروسم نه بلکه دخترمه، نمیتونیم اونو تنها بذاریم. خیلی ممنون. بعدشم خودت میدونی چه غلطایی کردی، منم عقلم سر جاشه. اگه همیشه نباشه امروز خوبه ماشالله.
یعنی طرف مژگان هستین. خیلی خوب، ادامه بدین. مژگان بچه رو صدا کن. نمیتونه صدا کنه قربان، یعنی نمیتونی بچه رو ببینی. برو دستور غذایی بگیر بیا. بیادب اومده از بچه هم حرف میزنه. مامان منم مظلومم، نگاه کن. تو مظلومی و اینکه به من نگو مامان. من مامان تو نیستم. من دیگه از مادر زنم اونورترم. به پلیس زنگ میزنم بیاد از اینجا جمعت کنه. مامان جون بسته دیگه، داره میره دیگه، برو برو. نمیرم تا بچه‌امو نبینم، هیچ جایی نمیرم. من پدر اونام، نمیخوام جایی برم. آی احمد برو دیگه. ایلگاز دخترم، اومدم شما رو ببینم اما اینا نمیذارن. بابا تو هم برو دیگه، آخه شماها چرا این کارا رو میکنی؟ من میرم، خواستی خودت بیا. چی؟ آخ جون بابام اومد. پسرم. بابا جون. شیر بچه های من، خیلی دلم براتون تنگ شده بود. چند روزه ندیدم اتون، دلتنگ بوی تنتون بود. حق با ایلگاز بود. ما مسئله رو داشتیم دراماتیک میکردیم. مثل اینکه بچه ها اصلا براشون مهم نبود. اما برای من اینطوری نبود. هر روز خونه احمد رو میپاییدم. تنها میرفت و میومد. اون دختره نبود. نکنه احمد داشت راست میگفت. دختره رو هم تعقیب کردم، دروغ نبود. اون چی داشت که من نداشتم؟ من دیگه جوون نیستم. نمیتونم با اون رقابت کنم. راستش به جز من همه حالشون خیلی خوب بود. آتش خاموش کنه کوبیلای این دفعه موفقیت آمیز بود. عالیه دایی، ایوان عالیه. آفرین عالیه دایی. آفرین مارکا عالیه دایی. ایوان به دایی خودم. منم باید زندگیم رو راست و ریس میکردم. باید از خونه احمد و تمام خاطراتش خلاص میشدم. در قبال عروضی که از بابام به ارث رسیده بود رفتم خونه که شاهین اینا صاحبش بودن. رفتم کلیدا رو گرفتم و فوراً اسباب کشی کردم. آروم آروم مژگان، مژگان بیا مبل آوردن. زود بش بیا دخترم. خوبه همونجا بذاریم بمونه، بعدن جا به جاش میکنم. بذاریم باشه بمونه مامان جون، بمونه همینجا بذاره باشه. چرا تو میخوای اتاق چه خبره ایلگاز؟ این مال خودمه. آروم باش ایلگاز، چه خبره؟ بیا پایین ببینم، اینقدر نق نزن. بیا این پایین ببینم، حق نداری بگیریش. گفتم مال خودم. فکر کنم وسایلای بابامو تو خونه قبلی جا گذاشتی، چون که ما دو نفریم. صبر کن ببینم پیداش میشه. چه خبره؟ مثل موش و گربه افتادیم. مامان بزرگ چیکار میکنی؟ ایلگاز آروم باش لطفاً. ایلگاز داداشتون وسیلهشو تو خونه قبلی جا گذاشته، میتونی براش بری بیاری؟ این چندمین باره داریم میریم، بس دیگه. برو عزیزم برو، به مامانت کمک کن، یالا دیگه اذیتم نکن. خسته شدم مامان بزرگ. نتونستم از احمد زیاد دور بشم. بازم توی محله بودیم. نیلگون اینا اومدن زود روبروی خونه ما خونه گرفتن. آی 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 میبینم که کارتون تموم شده دختر. نمیدونی من خیلی هیجان زدم، خیلی هیجان زدم. باور کن فکر کنم عاشق شاهین شدم. ببین این خونه چقدر خوشگله. آره والا راست میگی. من حس میکنم انرژی اینجا متفاوته، یعنی اینجا حالمون رو خوب میکنه. چیزای متفاوتی رو تجربه میکنیم. چقدر خوب شد که اینجا اسباب کشی کردیم. ببین حس میکنم خوش شانسی میاره برامون، چیزای خیلی خوبی در انتظار ماست. ان شاء الله نیلگون چون. آره عزیزم دوغ درست کردم. وای بشین اونجا عزیزم، خستگی تو در کن. آقا کوبیلایی بریزم براتون. آره بریز، خیلی درکت بالاست، مرسی. چی کار میکنی؟ ما کار میکنیم، تو چی کار میکنی؟ آخه دارم اکسا رو میبینم مامان. که خستگی در کنی. خب البته این خوشحالیم زیاد دووم نداشت. مژگان چرا باید خوشحال باشه؟ مژگان یه بدشانسه. بعد اسباب کشی برای خونه جدیدمون، مصیبت ها زنجیروار پشت سر هم شروع شد. استارت اینا رو مامانم میزد.
سوده کدومتونی؟ خانوم سوده اونجاست. بله. تو دختر بیابرو، عشق پول، خونه خراب کن، تازه برای خودت خونم گرفتی، ایشالله خفه بشی. باشه خبرش داری؟ تو یکی دخالت نکن، برو کنار. این دخترک رو میبینین با مردای متحل رابطه برقرار میکنه، زندگی دختر رو منو نابود کرده. کسافت دیوونه، این دیوونه شده. خوب گوش کن ببین چی میگم. دختر من اصیله، با ادبه، جواب تو رو نمیده، اما من مادرشم، میفهمم با چی کار کنم. دختر یوتی بایسا، فرار نکن بایسا. بلم کن. کجا میخوای در بری ها؟ بیا اینجا، این موهاتو میکنم تا آدم بشی. بس دیگه احمقی میشون. به من میگی پیری خار تو سرت. پیره زن احمق، خوب گوشاتو باز کن. دومادتو گرفتم، دخترتا مثل گاوینه. قاطی میکنم، کسی جلوی منو نگیره. کمکم کن، شیطان خوشه. ماله نیست دختره چی کار کرد. بلش کن خدا، بلش کن، بلش کن. خوشش تریه، های کنم، های کنم، چی کار کنی؟ بلش کن، خوش میگم از یاشغال. بابا حالا چی کار کنیم؟ زمان دارین چی کار میکنیم؟ مامان بلکش رو خدا، مامان بلکشش، بلش کن، بهت میگن بیا این بر، مامان بلکن رو خدا. مگه من چی کار کردم؟ دخترم میخوام بهش ادب یاد بدم. آی بلکن لنتی، من چه نمیخوام بزنمت، بلند شو دیگه، دارم کمکت میکنم. بلم کن دختر، همه دختر دیگه میگیره چی برم کن. دختر من که حتی به دستم نزدم. مامان بیا این طرف، بحث رضای خدا بلش کن. دختر یه دیوونه، به خودت بیا. یکی به پلیس زنگ بزنه، این زن به ام حمله کرد. دختر دیوونه شدی، من حتی به دستم نزدم. سوده خانم چه خبره؟ به پلیس زنگ بزنین، این به ام حمله کرده. دختر قسم میخورم دیوونه شدی. مامان برو رسوا شدی، برو بردار کیفتو بریم دیگه، برو مامان. نتونستم حرفم خالی کنم. سوده اخراجی، برو پیش حسابدار، حسابتو مسدود کنه. سوده چرا میخندی؟ دختر طرف اخراجت کرد. بیا عزیزم. ای بابا اینا هنوز نیومدن انگار. رویا دخترم وایسا ندو. عزیزم موفق باشی. خداحافظ مامان. موفق باشی عزیزم، پرنسسم. سلام، چیز شما، شما مادر رویا هستین درسته؟ بله. دخترم خیلی ازتون تعریف میکنه، اسمتون جانم. بله خودم. چقدر خوب. لابد شما هم از فامیلای آقا سینان هستین. آره همسرشون هستم، آرزو هستم. مگه طلاق نگرفته بودین؟ وای آرزو خانوم ببخشید، راستش آقا سینان اینطوری برام گفته بودن، گفته بودن طلاق گرفتین. باید بگم یکم فاصله ایجاد شده بود، مشخصه تو روابط طولانی اینجور اتفاقات خیلی طبیعیه، اما علاقه از پس همه چی برمیاد نه؟ آره راست میگی، مگه میشه نیاد؟ آره راست میگی. خب من وقتتون رو نمیگیرم، یه وقت دیگه حرف میزنیم. بله حتما، چرا که نه. خدا لعنتت کنه، خوب از یه مرد خوشم اومد. زنه هنوز عاشق شوهرشه. جانان برازنده ی تو نیست، بهت نمیاد دختر. داداش رستم، داداش رستم، داداش رستم با تو هم اومد. چی شده سوده؟ مدیر ببینه منو دعوا میکنه. داداش رستم به خدا من بیگناهم، اون ویدیوها همه چی رو ثابت میکنه. قسم میخورم من بیگناهم، به خدا من بیگناهم. نمیتونم بدم سوده، ممنوعه. خوبه تو هم طرف اونایی نه، همه تون لنگه همین. برو طرف ثروتمندا رو بگیر، اونا با نون من بازی کنن، گشنه هم بذارن. تو هم طرف اونا باش، باشه داداش رستم، باشه.
تو هم زمین بزن. همه زدن تو هم بزن. آخه اون ویدیو رو برای چی میخوای؟ داداش میخوام به مدیر نشون بدم. نشون میدم چجوری به هم حمله کردن. داداش رستم والا هیچ پولی ندارم. تو شرایط خیلی سختیم. نمیتونم دووم بیارم. باشه باشه برو یکم اونورتر. یکم بعد میارم برات. باشه داداش رستم خیلی ممنونم. خدا ازت راضی باشه داداش. باشه باشه قشقرق بپنن کن. منتظر باش. باشه برام بیارش. ناگهان خانم جون علنگواتونو به همین زودی حتی همین فردا واسه تون برمیگردونم باشه؟ چه عجله‌ایه حالا آقا کوبیلای بعدن میگیریم. شما گفتین اجناس تموم شده پول لازم دارید نه؟ والا آره پول نیاز داره اما آدمی که بیزینس میکنه به پول نیاز داره اما به این فکر کردم وقتی سرمایه داشته باشم تازه اون وقتی که پول زیاد گیرم میاد. ای کاش ای کاش. چقدر پول لازم داری؟ به 500,000. اوها خیلی پول زیادیه. خب آره دیگه پول زیادیه اما اینجوری فکر نکنین. پولی که میذارین 5 برابر سودشو میگیرین. اینجوری فکر کنین اگه یکی بود که به اعتماد و اطمینان کنه من اصلا یه جای دیگه ای بودم به خودم. آره بابا لطفاً اینجوری نگین آقا کوبیلای. وقتی اینو میگین من خیلی ناراحت میشم. میدونین چی میگم؟ چرا؟ چون من باورتون دارم. من به شما اعتماد دارم. دستون درد نکنه ناگهان خانم. واقعا ممنونم. یه خونه هست تو یالوا با بابام توش میشینیم. اون خونه به اسم منه. نفهمیدم ها. میگم اون خونه رو بذاریم رهن بانک. چی میگی؟ نمیشه لطفا. عمرن نمیشه. محض رضای خدا. نه ببین ریسک صفره اما من هم چیزی رو قبول نمی کنم. 5 برابر سوده اما من امکان نداره قبولش کنم. نمیشه امکان نداره. راستی ببخشین اون خونه ای که تو یالوا با باباتون میشستین توش چند متر بودن؟ 200 متر. 200 متر. دیویست متر مربع نه؟ درسته؟ 200 متر مربع. آی خاله خدیجه این دختره تیکه اضافی احمده جدن خیلی عرازل از آب در اومد. آی نیلگون جون نگیم تیکه اضافی مون فلان مژگان میشنوه ناراحت میشه. نه نمیشنوه اون داخله چی میدونم از ذهنم در اومد. خب بعدش چی شد؟ وای صاحبم رو بخورم. باشه منم اعصابم خورد شد. دختره رو ببین جلو جم تازه بساتم را میندازه بی تربیت. خاک بر سرش. من یه سیلی به این دختره زدم واقعا. بعد از موهاش گرفتم اینجوری رو زمین خوابوندمش. یه تپوندمش. خب بعد مژگان اومد میونه رو باز کرد و نذاشت. گفت مامان چیکار میکنی و فلان. دختره رو گرفت و بلندش کنه. یهو شروع کرد به جیغ و داد و هورا کشیدن. کمک دارن آدم میکشن. کمک کمک. کاش میدیدی بیا بروز. کاش میدیدی. واه واه فکر شیطانیشو ببین. چرا این کارو میکنه؟ هدفش چی؟ همه رو جمع کرد. مدیرینا اومدن. اگه میدیدی یا بروریزی بزرگ بود. وای خدا. اندازت شد عزیزم؟ آره آره اندازم نیلگون جون. خیلی ممنونم. میگم رو یکی یه چیزی ریخت دیگه. انداختمش دور به بچه های دروغ سرهم میکنم. میگم دیگه. آره عزیزم بندازه بره. این خیلی بهت میاد. مال تو باشه. نه نیلگون جون نیازی نیست. خیلی ممنونم. ببین چطور گرفتتش. کنه مامانم دستش درد نکنه. یه سیلی به دختره زد. دختره دیگه کار خوبی کرده. آخش دستم درد نکنه. دختر منم ساده است. هم شوهرتو بگیره هم اموالتو. بعد تو همینطوری بشینی و نگاه کنی خاک تو سرت. تو میخوای چیکار کنی؟ تو رو خدا بهت التماس میکنم ول کن این حرفا رو. تو رو خدا این وضعیتمونو ببین. دارم عذاب میکشم. به خدا مامان ول کن دیگه. دخترم مژگان جون مگه من بهت نگفته بودم به مرد اعتماد نکن؟ تو اون شوهر گاوتو نشوندی بهترین جای قلبت. بعدش وقتی شاخاش رفت تو پوستت بگو عذاب میده. البته که عذاب میده دیگه. عذاب میکشی. راست میگی خاله جون. ببخشید. ای بابا منم اعصابم خورد شد. برای همین کیک داریم. کیک بخوریم. کنارشم چای تازه. نه نیلگون جون ما باید بریم دیگه. نه نمیشه مژگان جون. اینجور مواقع کربوهیدرات لازمه برات. میرم میارم. خوبه بعد آروم میشیم. به خدا حساب منم خورد شد. بیار بیار میخوریم. بیار الان میارم. شما صبر کنید. چطوری دخترم؟ خوبم مامان جون.
لحظه صبر کن، اینجا رو برش بده، اینجا رو. باش آبجی. دقیقاً یکی از همون جایی که بهم حمله کردن همشون، فهمیدی؟ میذارم آبجی، بخوای آهنگم میذارم. نه نه، نمیخواد اقراق کنی. باش آبجی، اون کار با من. هی سوده، چه خبر؟ رفتی تو کار فیلم؟ داداش کمال، اونم چه فیلمی، بازیگر اصلیش منم. یه لحظه وایسا، من کارت دارم. داداش کمال، فکر کنم تو منو دوست داری. معلومه دوستت دارم. خب بچه یه محلیم، اولین باری که دیدمت اینقدر بودی حتی نمیتونست دماغتو بکشی. واقعا چه دوست داشتنی بودم. داداش کمال، من یه مشکلی دارم. میدونی که نه بابا دارم نه داداش. باور کن نمیدونم از کی کمک بخوام، کسی رو ندارم. یه چاره‌ای پیدا میکنیم. داداش کمال، یکی دنبال منه، مثل کنه چسبیده به من. بگو بینمون بیشرف کیه؟ وایسا میگم، هر کاری کردم دست از سرم بر نمیداره. خودشم میدونه بیکسم. والا افسردگی میگیرم. قیافش چه شکلیه؟ آلبوم بده قبرسون تحویل بگی. نه نه نه، اونقدرش لازم نیست. تو هم تو درد سر میفتی، یکم کتک بزنی برا من کافیه. یکم شکستگی و کبودی برام کافیه. ممنونم. یعنی بترسه؟ باشه، میترسونی، مشکلی نیست. باشه، پس من اسم و آدرس رو تو پیام برات میفرستم. وقتی کارت تموم شد بگو مژگان سلام رسوند. مژگان؟ آره. یعنی نگم سود سلام رسوند؟ نه نه نه، منو با اسم مژگان میشناسه. تو بگو مژگان سلام رسوند، خودش میفهمه. باشه، مشکلی نیست. باشه، بزن قدش داداش کمال. مشکلی نیست، حلش میکنم دختر. باشه، منم برگردم سر کارم. بذارین یه چیزی رو بهتون بگم. این سوده همه یه کارا رو عمدی انجام میده. همون نمونه جذاب کاشنده خیلی خطرناکه. چه ربطی داره رفیق؟ یکم آماده شده، معلومه. البته اگه عکسو تو فضای مجازی نمیذاش خوب بود. باشه داداش، بالاخره اتفاقیه که افتاده دیگه، چه لزومی داره آنالیز کنیم؟ چطوری جمعش کنیم؟ داداش تو الان آبجی مژگانو میشونی جلوت، بهش میگی؟ بهش بگو همه چیزو صادقانه توضیح بده، شانس دیگه ای نداری. عثمان جون فکر میکنی نکردم؟ سعی نکردم؟ بهم گوش نمیده، هرچی میگم گوش نمیده، نمیتونم قانعش کنم. نیلگون فردا صبحونه همه رو دعوت کرده. باشه بیاین بیاین، یه سوسیسی روی منقل واسهتون سرخ کنم که انگشتاتون هم باش بخورین. آره بیاین. تو هم میای داداش؟ آبجی مژگانم نمیدونه سورپرایز میشه، هر چی هم خواستی بهش میگی. مژگان همین که منو ببینه میذاره میره. دوستان میگم درخواست طلاق داده. ای خیال این درخواست چی داری میگی بابا؟ ای بابا، من خیلی از این درخواست دیدم که دوباره رد شده. نباید به این درخواست خیلی اهمیت بدی. بهترین حرفو داداشمون زد، بهتره فردا بیاین پیش من. یعنی اگه بیام به درد میخوره؟ آره. چاره دیگه ای داری؟ نه. اوف، این فضای مجازی هممونو بدبخت کرد. یعنی ناگهان خانم جون، هر چقدر بخوام ازتون تشکر کنم کمه. به خدا آینده نگریتون اینو واقعا عالی. لطفاً، اصلا نیازی به تشکر کردن نیست. مگه چی کار کردم؟ خونه رو نفروختم که، فقط ضمانت گذاشتیم و وام گرفتیم. آره دقیقا. الان همه چی حله، میتونیم اون کامیونه پر محصولو بگیریم؟ بالا امشب فوقش تا فردا محصولا میره انبار. منم چون محصولا رو از اینترنت میفروشم، خیلی خیلی پول میزنیم تو جیب. آره پولا بیا. خیلی خوبه. بفرمایید بریم. بفرمایید. واسه دارم باتون باز کنم. ببخش. خیلی ممنون. بفرمایید. لطف داریم. چه حرفی خواهش بکنم. سوده چی شده؟ داغونم کرد. کی داغونت کرد؟ عزیزم چی شده؟ زن و مادر زنت اومدن محل کارم، کتکم زدن. مژگان این کارو کرده؟
کتک خوردنم بس نبود، کارمم از دست دادم، زندگیم تاریک شد. سب کن مژگان عمران همچین کاری نمیکنه. میکنه. میدونستم اینطوری میگی. بگیر. زنی که انقدر بهش اعتماد داری رو ببین. مژگان این کارو نمیکنه. سب کن. شاهین اینجا رو یادت میاد؟ کامل؟ نه مکان کامل رو به رو بود. نه یادم نمیاد. کامل کیه؟ شاهین اینجا همون جایی که اولین بار همو دیدیم. اینجا همون جاست؟ آره؟ چقدر تغییر کرده، خیلی قشنگ شده. ای بابا شاهین، اومدی اینجا بودجه مکان رو بررسی کنی؟ آره؟ پس برای چی اومدم عشق من؟ ها برای چی؟ واسه این اومدیم که اون شب رومانتیک رو دوباره تجربه کنیم. اینجوری عشقمون خونه جدیدی میگیره عزیزم، خونه جدید میگیره. خون؟ آره خون. خوب شد خون رو یادآوری کردی. اسم و شهرت نویسنده کتاب رو بده بهم تا خونش رو برات بریزم. خیلی ازش متنفرم، خیلی زیاد. نه شاهین نه، بعد اونوقی نکن. من اون کتابو باور کردم، هر کاری بگه میکنی. الان رو من تمرکز کن. باشه. الان تو میری میشینی روی میز، منم میرم بار. چی؟ تو میشینی رو میز، منم میرم بار. فهمیدی؟ برای چی؟ شاهین یادت بیار دیگه، اون شبی که با هم آشنا شدیم من تو بار نشسته بودم، تو هم روی میز، بعدش تو اومدی بار کنار من. باشه پس من برم سر میز. باشه باشه بارو عزیزم. صد سال گذشته، من آخه باید از کجا پیدا کنم؟ عجبا. یادت بیار شاهین، یادت بیار، زود باش. جان من منظره رو ببین، خیلی خوشگله. چیکار میکنی با همسرت اومدی اینجا؟ بفرمایین. این چیه؟ همونی که دوستش داری. اوه پسته ای، دست درد نکن عزیزم. مرسی خوشگلم. نوشه جان بیا تو، بیا تو یه قهوه بخوریم. بیا. نه عثمان وایسا، میخوام شام بخوریم. اومدم یه چیزی رو ازت بپرسم. بپرس خوشگلکم. من امروز با همسر سابق آقا سینان آشنا شدم. بچه رو اون آورده بود مدرسه، بعدش گفت یک دو کلوم حرف بزنی. من حوصله‌ام سر رفت، یه چیزی فهمیدم، زن هنوز عاشق شوهرشه. خب یعنی؟ یعنی من که الان زن خونه خراب کن نیستم. یعنی سینان خودش واسم گل فرستاد، خواست با من بره شام. یعنی من که چیز نکردم. عثمان نظرت چیه؟ بگو. میگه بسه جانان، بسه. بسه دیگه، بسه. من دیگه مجبور نیستم چیزی در مورد اون یارو بدونم. من نه روانشناستم نه مادر و پدرت. بسه دیگه، دارم دیوونه میشم. آخه عثمان الان چرا عصبانی شدی؟ عصبانی نمیشم عزیزم، فقط میگم دیگه از سینان برام تعریف نکن. حتی نمیخوام بعد از این اسم سینان تو زندگیم باشه. قربونه چشت، یکم دیگه متوجه شو. اطرافتو نگاه کن، نگاه کن، ببین. بیا بده این شیبرنجم سینان بخوره، بده همه رو اون بخوره، حتی ته دیگم چیزی نذاره، بده همشو بخوره، همه رو بخوره، بده بهش. آخه عثمان، عثمان، عثی، ولی من اینو برای تو آورده بودم، خیلی هم خوب درست کرده اوف بودم. اوف اوف، آه مژگان، تو چطور تونستی این کارو بکنی؟ مغزم نمیکشه. آره اول تو منو ترک کن، بعد زن و مادر زنت بیاد منو کتک بزنن، بعدم از کارم اخراج بشم. من چی کار کردم تو این دنیا؟ این حق منه. نه بابا کاری نکردی، نکردی. ولی سود مطمئنی دیگه، این که دعوای زنانه نیست. نه نمیبینی چطور حمله کردن به؟ ای بابا حتما یهو عصبانی شده. مژگان اینجور زنی نیست که. نگران نباش، من با رئیس حرف میزنم، دوباره میارمت سر کار. نه منظورم حقوقم کم بود، آبرومم رفت، نمیتونم برگردم اونجا. میگم پیش تو کار کنم به عنوان دستیار. ها نه نمیشه، خوب به نظر نمیاد. مژگانم که فکر میکنه با هم زندگی میکنیم. نمیشه. تو واقعا زن تو نشنختی، تو عمرم همچین آدمی ندیدم، داره به هر دومون ظلم میکنه. بابا عزیزم تو هم تو جکوزی عکس گرفتی به اشتراک گذاشتی، همه دیدن. عجب جکوزی بودا، من تا حالا تو عمرم جکوزی نرفتم، خوشم اومد رفتم دیگه. باید کتک بخورم، عجب آدمی هستی. معلومه که نه، ولی
ببین نگران نباش، من برات کار پیدا میکنم، اون با من باشه. یه چیزی دیگه احمد. چی؟ من اینطوری نمیتونم برم خونه، خاله منو میکشه، علاوه بر کشتن با زن و مادر زن دعوا میکنه، اوضاع به هم میریزه، قیامت به پا میشه. من اینجا یه گوشه بگیرم بخوابم نمیشه؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم. باشه پس تو اتاق میخوابی، منم اینجا میخوابم، ولی عکس به اشتراک نمیذاری، قول بده. باشه به اشتراک نمیذارم، قول میدم، باور کن، قول میدم. اینو نگاه. چه کار زشتی میکنم، الانم دختره رو فالو کردم، چقدر معصوم به نظر میاد. شاید اونقدرام دختر بدی نباشه. مامانم امروز خیلی زیاده روی کردم. آه مامان. سلام اهالی خونه. سلام. آبجیم کجاست؟ اینجا. خواهر گلم، سلطانم، تو رو خدا خوشگلیشو نگاه خدا وکیلی. تو اینجا چی کار میکنی؟ سوپ درست میکنم. خب برید اجتماعی بشین دیگه. البته چه جور اجتماعی بشین؟ جمع خانوادگیه دیگه. آره. شما چقدر باحالی، مثل دو قلوها با هم دیگه میکردین. ما با آقا کوبیلای جون شریکیم. آره. ناگهان جون چی کار کردی؟ علنگوها تو پس گرفتی؟ میگیرم بابا، چه عجله‌ایه، الان با خونه پول بیشتری میزنیم مگه نه؟ چی؟ چه خونه ای؟ کدوم خونه کوبی؟ سرمایه لازم بود، منم خونه یالوا رو گذاشتم ضمانت. کوبیلای تو خونه مردم رو به ضمانت گذاشتی؟ پول میذاریم خواهر من، نکن تو رو خدا. از ناگهان خانوم بپرس، بپرس اون النگواسو که گرفتم چی شد؟ یک به پنج. یک به پنج شد خواهرم؟ خیلی پول زدیم به خدا، نکن. خیلی پول میزنیم، یعنی خیلی پول دار میشیم. لطفا جلومونو نگیر، ببین بذار ما ریلکس باشیم عزیزم. سه دو یک. ببین چقدر راحت شدی، دیدی خدا وکیلی؟ ریلکس. اوه ریلکس، آره به خدا ریلکس شدم. کوبی از چیزی که میترسیم سرمون نیاد ها؟ آبجی نکن دیگه، تو رو خدا یه بارم که شده منفی نباش. خودت که میدونی وقتی منفی باشی چی میشه. میدونم وقتی منفی میشم چی میشه. واقعا تو رو خدا. آقا غذا بیرونه؟ بیرونه. وایسا منم بیام، خیلی گرسنم، من میرم دیگه عزیزم. آقا کوبیلای جون، خدای خودت بهم صبر بده. سرم داره گیج میره، میدونم شاید به خاطر مشروب باشه، ولی ممکنه که به خاطر تو هم باشه. از صبح تالا دارم بهت نگاه میکنم، این خوشگلی منو گیج کرده. حرفاشو ببین. عاشقتم دختر. عشق کافی نیست آقای محترم، باید قبل از اینا با هم روبرو میشدیم. در ضمن شما رو میشناسم، به جا نیاوردم ایتون. آشنا نیستیم، ولی نمیدونم که چرا آشنا نیستیم. به نظرت بهتر نیست که با هم دیگه آشنا من بشیم؟ من با غریبه ها صمیمی نمیشم، شما اشتباه گرفتین. به چه مناسبتی؟ چرا داری ردم میکنی؟ مگه الان قرار نبود که با هم دیگه آشنا بشیم ها؟ آی شاهین یادت بیار دیگه، دفعه اول جواب رد دادم، زودی که بله رو بهت ندادم، یادت بیار. پس میخوای ناز و عشوه بیای؟ باشون این کن. از این اخلاق عصبانیتتون خیلی خوشم اومد خانم. اگه موافق باشین یه گیلاس مشروب مهمونتون کنم، نظرتون چیه؟ نه نمیخوام، شما منو اشتباه گرفتین آقای محترم. من از اون زنایی که فکر میکنین نیستم. بذارین راحت باشم، دستتو بکش اون طرف دیگه. خانم محترم مزاحمتون میشه؟ بله بله، چسبیده نمیره. چی کار داری میکنی؟ بعد برداشت میکنن. نه داداش، ما بین خودمون به توافق رسیدیم، شما نگران نباش. یعنی چی مرتی که؟ یعنی چی؟ به من نگو مرتی که، اعصابمو داری خرد میکنی یا؟ ببین چند دقیقه است دارم میبینم به خانم تیکه میندازی. پسر میگم دخالت نکن، دامال چی هستی ها؟ منظورم که داری اینطوری میکنی، میام اونجا و لهت میکنم ها. ببین تنت میخوره به خدا. تنتو واسط میخارونه. آره، آره میام اون طرفو لهت میکنم، میفهمی چی میگم، میامو به حسابت میرسم. ببین چی داری میگی، سرتو نگاه کن. آه شاهین صبر کن،
بیا دیگه بیا. یه دقیقه صبر کن. آی صبر کنین، اشتباه شده، ببخشید. داداش سوء تفاهم شده. اون داخلا میخواستم براتون توضیح بدم. حرف نزن، برو ببینم. صبر کنین، صبر کنین. گمشو برو دیگه، اینجا پیدات نشه. اون شوهرمه داری چی کار میکنی؟ این شوهرته. آره. آخه اگه شوهرته چرا شکایت میکنی خانوم؟ ای بابا. ای بابا. برو بابا دیوونه است. شاهین بمیرم چرا زدنت؟ ببخشید عزیزم. زد تو دهنم که ساکتم کنه. بدجوری زد. آی بمیرم. حالت خوبه؟ نیستم. چطور باید خوب باشم؟ دیدی که چطوری از زیر کتفم گرفتن و انداختنم بیرون. چطور میتونم خوب باشم؟ اینجا جای من و تو نیست. باید زودتر از اینجا بریم بیرون. زود باش دیگه. پاشو. زود باش دیگه همسرم، زود باش. خب ناراحت شدم، دلم گرفته. واسه چی اومدیم اینجا؟ ببین چی شد. داداش یه لحظه. بفرما. احمد گلوش تویی؟ بله خودمم. یک دو سه. مژگان سلام رسون. علیکم سلام. یواش. الو سوده، کارش تمومه و سلامم رسوندم. چه زفت. مامان داره مسخرم میکنه، هرچی میگمش گوش نمیده. چقدر زشته آلیش. یالا تبلتتو بذار زمین و کفشای نوتو بپوش. سود باش یالا دیگه. آلیش با کی هستم؟ سر صبحی مهمونی میگیرین. ای بابا هنوز صبحونم نخوردیم، چه خبره؟ بابا جون موضوع همونه دیگه، دوست مشغل کن برو صبحونه دعوت کرده. باشه قند منم میره بالا. ایلگاز بودو بیا پایین دیگه. درست کردم، خیلی خوب شده. بالا داریم میریم صبحونه که سی رو میخوایم. چی کار آخه مامان؟ آخه کی سر صبح؟ من میخورم. آره اوملت درست کنین. اوملت زود باشین دیگه مامان جون. یالا دیگه شد. بریم یالا مامان دیگه. بچه ها را بیافتیم. بریم دیگه، قصد سر و صدا نکنیم. برو دیگه، همه چی حله. بریم دیگه. احمد منم الان اومدم. صورتت چی شده عزیزم؟ مژگان. چی؟ یعنی مژگان؟ چی کار کردن؟ خودش کتک نزده عزیزم، برای این کار آدم فرستاده بود. تو چی داری میگی؟ وضعیتو ببین. دیوونه شده زنه. دیوونه شده، هرچی من کتا میام دیوونه میشه. مژگان اینقدر از من متنفره، اینقدر. حالا که اینطوره منم جنگو شروع میکنم. پشیمون. مامان من نمیخوام برم خونه خاله نیلگونینا. چرا پرنسسم؟ همه با هم صبونه میخوریم دیگه. با امید و الیش هم بازی میکنی؟ الیش با من بازی نمیکنه که، فقط مسخره میکنه. باشه مامانی، من میگم دیگه مسخره نکنه. باشه تو اینجا منتظر بمون، من میام. چی شده لیلا؟ باز چرا اومدی؟ جانان تو بعد مشکلی افتادیم. گفتم بیام پیش تو ولی دیدم مغازه بسته بود. تو امروز باز نمی کنی؟ بعد از ظهر باز می کنم. در ضمن من بهت پول دادم دیگه. یه جوری میگه انگار ثروت واریز کردی. 5000 لیره برای چی کافیه؟ ما با اون پول حتی نتونستیم قسط اجاره رو بدیم. من مدام نمیتونم بهت پول بدم. منم مثل تو تلاش میکنم تنهایی بچه بزرگ میکنم. باشه میدونم، ولی من از تو پول نمیخوام که. ببین جانان، ما دیشب نتونستیم بخوابیم، با کرم تو پارک خوابیدیم. میشه یه چند وقت خونه شما باشیم؟ باشه بیاین، خونم نزدیکه. وسایلاتو بردار. خیلی ممنون کرم. این گرسنه است؟ معلومه گرسنه است. عجب سوالی پرسیدم. مامانی برمیگردیم خونه. باشه عزیزم. باشه.